تو شاخ آفریقا یه معدن الماس به اسم داکوتا. معدنچی‌های داکوتا میگن هر چی بیشتر دنبال الماس بگردی کمتر پیداش میکنی. اونا فکر میکنن الماسه که آدمشو پیدا میکنه، اونه که تصمیم میگیره دست کی بیفته یا رو انگشت کی بشینه. میگن وقتی آدم میمیره تا چند لحظه هنوز حس شنواییش کار میکنه. این یعنی میشه صدای گلوله‌ای که تو جمجمت فرو میره رو بشنوی. ولی ای کاش آخرین صدایی که میشنیدم صدای تو بود پری. اصلا هیچ معلوم از کجایی تو عشقم؟ حواله رو بردم صرافی، یه سر رفتم بنگاه علیشا، اینو گرفتم برم. برو بایسا. چرا؟ بیدیم اونو کجا میبری؟ بایسا همینجا بیا جلو. چیه؟ اصلا همش بهت میگم بر تو زشته این دکمه تو باز بذاری. پری یه جو فلخه ناز دیدم، سر بشوق بگیرم میخرمشون. قیمتش همینه. ببین یکی دیگه هم پای کار وایساده، یه روز اومده دیده. من که نمیتونم عزیزم، همه مشتریان به خاطر تو بپرونم از دست برم که. تو یه حدی میتونم برای تو کاری انجام بدم، منتظر تو باشم. باشه، خداحافظ. خانم سهرابی رو برام بگیر. ایشون آقای مبین فره، خوش شانس ترین مدیر دنیا، چون منو داره. خب الو مبین فره عزیز، دکتر خودتی؟ ارادتمندی قربان. چی شد شناسنامه؟ دیشب تاییدیه از لندن رسید، دکتر محبی مهرکنه تمومه. ببین من نمیدونم چی کار کنی، هر کاری میکنی میخوام تا یک ساعت دیگه اینجا رو میزن باشه. خیالتون راحت میرسه. خب آمارتو در آوردی؟ اگه از خود شاهزاده بشموری شما میشی ششمی، ولی مثل اینکه برادر ناتنی داشته که اون وسط های یک کودتا را میندازه و میشینه رو تخت. دو سه ماه بعد همون شاهزاده اصلیه دوباره میکشدش پایین، با اون بخوای حساب کنی میشی هفتمی. این کوزو بوی خون میده، من جای شما بودم زود ردش میکردم بره. خدا میدونه این بشر چه کارا که نمیکنه.
اصلا به من چه؟ مگه من فضولم؟ مالا چه میگی تو؟ سادگی اصلا تصمیم نمیشم. اینا رو همه کسایی دارن در میارن که میخوام بزنن تو سر این جواهر. این جواهر معمولی نیست، کوزوئه. به هیچ عنوان. سر جاش مسائل با هم قاطی نکن. بیزنس بیزنسه. به هیچ عنوان لطفاً آقا من این طور حرفو باور نمیکنم. بوی خون میده، بوی خون میده. این مبارکیه، یه جواهر دیگه بس بقیه. حالا این قبض قیمتش بیشتر. فراموش کن، من این حرفا رو باور نمی کنم. ببین سهرابی، یادت رفته من کیم؟ شاهزاده کدوم مسخره بازیه؟ بوده چاکیه؟ گرمش کن این حرفا رو. کیمیا، کیمیا، ریمیا، چیز همش کشکه. نه آقا، نه اصلا فراموش کن. آقا تو شناسنامه رو ترتیب بده، اینا رو برکن. بله خب بریم سر کار خودمون. ببین اینا نقل کنی میزی به حساب بیاری. هر رئیزم آقای مبین فخم جاوی تشفا بردن. اه چقدر زود. خیلی خوب یه چند ثانیه معطلش کن. چیزی که میخوام بگم راجب حلقه هست. آها حلقه رو گفتی. خیلی خوشحال شدم ولی واقعا امروز وقتش نیست. خیلی شلوغم جمع شد. اون حلقه نه یه دقیقه بایسا ببین این حلقه شناسنامهش خونیه. نوی خونی میده. بابا پری تو رو خود یه دقیقه به حرف من گوش کن. بگو ببین اول داداشه میاد کودتا میکنه میره اون بالا، بعد این یکی داداش ناتنیه میاد اون یارو رو از اون بالا میکشه میاره پایین. کیو چی میگی؟ خب بابا همین شاس در رو میگم دیگه. بله چشم یه دقیقه فقط ببین اصلا ماجرا اینجوری برات بگم که با 16 شروع میشه، دومی اون داداش هست که ناتنیه، سومی دوباره 16 است، چهارمی و پنجمی رو نفهمیدم چی بود، ششمی هم همین آقای مبینفر خودمونه. هفتمی هم منم. وای بدبخت شدم.
در خدمتتون هستم. چه کاری از من برمیاد آقای جوان؟ وگرنه اون من پاوام اینجا نمیذارم. خانم جاوید، من اومدم توی فرودگاه باشم، نه اینکه بیام جوس من شعبده بازی در بیارم. خانم جاوید، من متاسفم، واقعا متاسفم. من اصلا خودم هم نمیدونم چرا اینجوری شد. حالا خواهش می‌کنم شما به خانم چیزی نگین. من قول میدم مشکل رو حل کنم. خانم جاوید، من حتما این مشکل رو حل می‌کنم. یه نگاه به پشت میکنه، مطمئن که میشه آقا نمیبینه، انگشتر میکنه تو انگشتش. اینجام تا چشش به بچه ها میفته، میپیچه تو دستشویی. راه رو که خلوت شد، میزنه بیرون. بسمجه چه تمیز انگشتر رو بلند کرد. خیلی حرفه‌ایه. زنگ بزنیم پلیس بیاد. پلیس؟ میشه رکابشو ببینم؟ بفرم. مال خودتونه؟ بله، یعنی مال مادر بزرگم بوده. متاسفانه چند روز پیش فوت کردن، این رسیده به من. خیلی زود از عزادر اومدیم. یه نصف روزی کار داره، باید بفرستمش کارگاه. فکر کنم تا غروب حاضر میشه. تا غروب؟ ببخشی یه لحظه میشه. جانم پری، آره خیلی خوب، آره میدونم میدونم. خب بذار منم حرف بزنم. خب داری اشتباه میکنی. خب یه دقیقه راه بده بذار منم حرف بزنم. باشه من گوش میکنم. میلیون دلار. عشقم تو بسیم که از حال نیست. چی میکنم؟ خدا چی شد خانم، پیداش کردی؟ بله آقا، یعنی باش حرف زدم، گفتش که تو راه داره میاد الان خدمتش. مثلا چی شد؟ آقا، آقا شما چرا با این حالتون پا شدین آخه؟ پیداش کردی؟ آره قربونتون برم، حله. قپونی میگیرم میرم جلوتون مینشونمش. خانم دکتر، یه محافظتی، یه مراقبتی ببرنشون داخل؟ جان بابا خواهش میکنم بفرمایید داخل. نه با پا میشدیم، بفرمایید. بفرمایید بفرمایید، یه آب میوه چیزی. مهران بیا بالا. استرافی به عنوان کارگر خدماتی استخدام شه، بعد انقدر خودشو بکشونه بالا که بشه تحصیلدار. آقا این بچه نابغه است. دو تا بچه ها رو بفرست دنبالش، یه امانتی دستشه تا یه ساعت دیگه رو میز من باشه. حالا این امانتی چی هست؟ یه انگشتر. این همه جلسه بلز واسه یه انگشتر؟ مهران جونم، آقا کاریو که میگم انجام بده. او چشام، حالا یه همچین انگشتری دست جمشید چی کار میکنه؟ ده منم میخوام همینو بفهمم.
شک ندارم که نفوذیه که رقبامونه. فقط باید بفهمیم کی اجیرش کرده. برنامه بعدیشون چی؟ تو فقط بگیر بیارش. حرف کشیدنش با من. تو یه ساعت دیگه اینجا سوا خیال جمع. مهران جونم آبا ارزش اون انگشتر به نگینش. شکستی توی نکس نمیرم ولی محصه احتیاط یه سیتی اسکن جمجمه باید انجام بدیم. با من کار دارن. فعلا ما با شما کار داریم. بله. لطفا بیرون تشریف داشته باشید. مریض کارش تموم شد صداتون میکنه. دکتر علیزاده ببخشید جردانی جمشی چه بحث میکنی با من؟ میگم انگشته رو بده بهشون خلاص. این پسر جمشید از اون مرمولک هاست. چهار چشمی به پاش. شاهین به جای حرف ما حواستو جمع کن. آره اگه پیداش نشه معنیش نه که کوزو رو برداشته در رفته. گوش کن ببین چی بهت میگم. انگشتایی که گرفتی خلاصش کن. زنگ خورت هم مدیریتی ها. آره دقیقا اینا کارمندام هم نگران میشن دیگه. ببخشید جانم. بچه ها جمشید الماسو بهشون نمیدی فهمیدی؟ بگی نگران نباشن. اینجا هم بیمارستان خوبیه هم پرسنل خوبی داره. الماس دست اینا بیفته کشتن جنازت هم ایشکی پیدا نمیکنه. من الان میرم همیشه به آقا میگم. خیالت راحت باشه. فقط تو قرارش چیکار کنی؟ آرزو برادر من پای سر آقا رو به پای مراقب باشی. خانم دکتر شما یه چیزی بهشون میگید. اشت آقا الان دار دازش کن. یه جلو آسانسور بیاره من. تو چطور به من نگاه میکنی؟ اینو جمع کن. شما اینو بردار از سر ما. برادر من یواش تر از اون طرف. از اون طرف خانوما گریه نکنی. من حواسم هست. من پیش آقا پلا رو به پای پلا آسانسور اومد بالا یا نه؟ بزن دیگه بابا بزن دیگه. اصلا نمیدونم چطور تعویضش نمیکنم. تنها جایی که تو این شرایط میتونم یه الماسا قایم کنم کجاست؟ یه زخم کوچولو. سلام علیکم. این کت توه؟ بعد کجا گذاشتی؟ چی؟ همون جیب اونوری پایینی. بعد چی؟ الماسش کو؟ الماس روش نه. فکر کنم افتاده تو جیبم. بله تو جیبم. جمشید؟ بله. الماسش کجاست؟ برای اینکه کل ماجرا نمیدونی چیه. من داشتم برمیگشتم دفتر پیش آقای مبینفر تصادف کردم. باورم نمیکنی؟ برو از مردم همونجا بپرس. همه بهت میگم. پلیس هم تازه اومد کروکی کشید. فردا چقدر کار دارم من. جمشید آقا من کله خرتر از اونیم که فکرشو بکنی. فقط یه بار دیگه ازت میپرسم الماس کو؟ یعنی دیگه نمیپرسی؟
موضوع کجاست؟ من همه چیزو به دوستان گفتم، هیچ کی به شما چیزی نگفت؟ نران خان، من داشتم برمیگشتم پیش آقای مبین فر که تصادف کردم. اون آدرسی که من به شما دادم شما رفتی گشتی؟ نگشتی دیگه، نگشتی. شاید هم رفتی گشتی. یه لحظه، شما به این داداشه چقدر اعتماد داری؟ غلط نکنم الماسو پیدا کرده زده به بدن. درکت میکنم آها، کاملا درکت میکنم. کسی که بهش خیانت شده، کسی که بهش تعرض شده، به غرورش. فقط یه چیزی بذار وقتی که من رفتم بکشش یه کنار، بهش بگو الماس و ورد و بیار. خیلی خوب بچه ها، همه خسته نباشین. فقط شاهین جان، خان داداش یه گفتگوی کوچولویی با شما دارن، یادتون باشه که چیز ده. ببخشید اینجا کجاست؟ اینجا من چه جوری میتونم اینجا برم؟ یادم آه مهران خان، منو با تاکسی بردم بیمارستان. از این تاکسی سبزا، آینه سمت شاگردش شکسته بود، دستگیره شیشه عقبش هم کنده شده بود. به خدا اگه راننده رو ببینم یادم میاد. پرت و پلا چرا؟ داداش داره پرت و پلا میگه. تاکسی کجا بود؟ با آمبولانس اومدن بردنش. بزن. خب نه مهران خان، به خدا مرکو دیدم از خودی ضربه خورده. یه دقیقه برق محوص نکن، بذار من بهت بگم که از کی ضربه خوردی. یه دقیقه اورژانس وجب به وجب، کاشی به کاشی، همه جا رو گشتیم، شخ زدیم داداش. دکتر، پرستار، خدماتی، همه رو گشتیم، نبود. شک نکن دست خودشه داداش، شک نکن. پس اگه گشتین نبوده، فقط یه جا میتونه قایم کرده باشه. این چیه؟ آقا لازم نیست، میگم خودم میخورم. آقا این همه خوشونت نمیخوام که آقا منم جون میگم میخورم. Going on, Bob. Please come down. Don't worry. As soon as possible. Yes, of course. Bye. سلام خانم. سلام مرز. اینجا جاست که من آوردی تو این بیغوله؟ شرمنده. شرمندگی تو به چه درد من میخوره مهران؟ گوه خوردم. دیگه تکرار نمیشه. خیلی خوب، نمیخواد خودتو لوس کنی. بده من که واقعا بی صبرانه دلم میخواد ببینمش. بده دیگه، چرا نگاه میکنی؟ بده. همراهم نیست. تو غلط میکنی وقتی که جنس همراه نیست با من قرار ملاقات میذاره، اونم اینجا. برو گمشو پایین و بشین. زود قرور میچوسونه. حالا مشکل چی بوده؟ مشکل نیست، شما یه چند روز به من وقت بدین براتون میارم. چند روز؟ کم. ببینم خانم، اصلا شده چیزی از من بخوای نشه؟ مهران جونم خانم، تو خودت بهتر از هر کسی میدونی من وقتی ورود میکنم به یه معامله، همون روز پروندهشو میبندم. بنابراین به من بگو برای چی نیاوردیش.
تو گاف صندوقه، گاف صندوقم پیش خودمه. ای خدا تو رو نکشه. خب چرا زودتر نگفتی؟ باز چی نیوردیش؟ مرز چرا میخندی؟ چرا از تو گاف صندوق نمیاریش؟ چون کلیدش همون نیست. وقتی یه گاف صندوق کلیدش نیست چی کارش میکنه؟ میتره کننش منفجرش میکنه. بگوشا این چیه؟ دل و روزش رو غلط کردیم، هیچی پیدا نکردیم. جمشید، جمشید، ما که داریم میکشیمت. بگو ارماز کجاست؟ حیفه. راست میگه دیگه، حیفه. جواب نمیدی؟ آقا آقا ای بابا ها این شماره رو نمیشناسی جواب نمیده، میشه اسمس بهش بزنم؟ بزن دیگه بلمون کن بابا، این دیگه کیه؟ چشم. شنیدم از مرز رد شده، چطور بهت خبر نداده؟ چرا باید خبر بده؟ ما فقط همکاری ما. بله کنین کجا پیدت زد لو؟ الان کجایی؟ آقا ببخشید اینجا کار شما تموم بشه، مسیرتون کدوم طرف هاست؟ منزل میاد. نه نه خودم میام، خودم میام. آره راه پیدا میکنم میام، فقط برسون خودتو، برسون. جان لطفاً مستقیم بریم پیش موبی فر، من باید همه چیزو براش تعریف کنم. آخه مگه شهر هرت آدمو بگیرن بدزدن ببرن بکشن آدمو؟ دور از جونت، دور از جون. دور از جون چیه؟ خب کشتن دیگه منو، بعد بهش بگم این حیوانا با من چی کار کردن. آخه قربونت برم، اگه از همون اول دهن تو وا می‌کردی درتو میگفتی الان این مشکلات پیش نمیومد. الان که دیگه موبی فر داره میمیره که فایده نداره. مرد موبی فر؟ گفتم مرد گلم، گفتم داره میمیره.
دفعه مثل آدم میتونی تعریف کنی ببینم چی شده چی کار باید بکنیم یا نه؟ ببین اولش رفتم جواهر فروشی، همون جواهر فروشی پایین دفتر. بعد یارو بهم گفت بعد سنگو بفرستن بره به کارگاه. آه نه نه اون نه، برو بعدی، برو بعدی اونجایی که الماس رو قایم کردی اونو بگو. آه اونجایی که الماس رو قایم کردم. این لیست همه کساییه که اون شب تو اورژانس بودن. زیاده این. فکر کنم این چیزی هست میاد. فکر کنم یه آقایی بود حدوداً اصلا نمیدونم چند سالش بود، برای اینکه من انقدر بیشتر از پهلوش رو ندیدم پری، چیزی بیشتری هم نمیدونم. زن و بچه ها رو خط بزنیم نونم این چند تا. خوشگله یه خرسه زبون دراز قرمز هیچکم نخریدم برات. اینا رو بهت میدم بپوشی، یه تیپی برات میذارم. ببین چاره ای ندارم جز این که تک تک آدمایی که اون شب تو اورژانس بودن رو بگردم. خدایا این یکی رو دیگه چی کار کنم؟ باید قرب کنم. علی کیه؟ حالا همه میخوام یاد قرب بکنم. بگی این دیگه آخریش جمشید. حواست هست دیگه قرار چی گذاشتیم؟ معلومه نامیدت نمی کنم. مبارکتون باشه، مبارکتون باشه. شما دوتا چقدر به هم میان؟ داره میمیشه آجاقا عقدتون کنه؟ بله بله. وای چقدر شما دوتا به هم میان. بعد از اینکه کارتون تموم شد میان پیش خودم شعله هستم. اینم تابلومه برای تخفیف گفتم. آجاقا نمیتونم، بریدم، نمیکشم، نمیخوام اصلا. نگاش کن آجاقا، نگاه کن ببین چی میبینی، چی میبینی؟ ماشاءالله خوبن آقا. یه آدم بی عرضه، بی دست و پایی که هیچ درک از زندگی زناشویی نداره. عجب. آجاقا کلا چی نداره؟ حاج آقا اگه بخواین از سازش و سوزش و دنیا دو روزه و نمیدونم بهش یه فرصت دیگه بده و اینا حرف بزنین، از اینجا برم بیرون. کبریت زدم، خودم آتیش زدم، خونم گردن شماست. شما چیکار کردین که خانومتون اینجوری از دست شما شاکیه؟ و هیچی حاج آقا، من فقط یه حلقه دیدم انگشتمو کردم. فضول، یه فضولی دومی نداره حاج آقا. یعنی سوراخ سنبه ای نیست این انگشت نکرده باشه توش. یکی نیست بهش بگه آقا جون بتمرک سر جات، دست به چیزی نزن مثل بچه خوب. خب بالاخره چه میدونستم که گیر میکنه. چی گیر میکنه؟ جان جانت بی بلا چی گیر میکنه؟ حلقه دیگه. آخ چیزه، حلقه دلم. نمیدونستم حلقه دلم پیش منشی آقای مبین فرد گیر میکنه. اسم نبره این آقا. اسم منو نبره این آقا. حاج آقا من جای دختر شما. شما اگر پدر من بودید اصلا از ابتدا اجازه میدادید من زن این آقا بشم؟ چرا نه، خیلی هم خوبم. این آقا از شرایط ازدواج فقط یه انگشت داره، انگشت حلقه. من اصلا میخوام بگم اشتباه کردم، غلط کردم. نه دخترم نه. نه خر شدم، واقعا خر شدم. اشتباه نمیداشتم که اتفاقی افتاد. من به آقا بله گفتم. خودت بی احترامی نکن دخترم. آخه حاج آقا
شما خودتون اگه جای من بودین با این آقایی که نه مالی داره نه اصلا خودش مالیه ازدواج میکردین؟ بله بله، یعنی من نه خیر ولی بله نه خیر. حاج آقا دیگه هم خونه راش نمیدم، همینجا توی خیابونی چیزی بمون بمیر بپوس اون دور و برم پیدات بشه میدم داداشم له کنه. تو مگه داداش داری؟ پری یه چیزی میخوام بپرسم. پری بابا یه دقیقه وایسا، همه چیزایی که بالا گفتی واقعی بود؟ دقیقاً حاجیه فهمید، تو نفهمیدی؟ مبارکه انشالله، مبارکه، حالا شما اینجا رو امضا بکنید. کف بزنیم، کف بزنیم به افتخار بد اخلاقی دوماد، کف بزنیم. به افتخار خاطرخواهی دوماد، کف بزنیم. حاج آقا من دارم میرم، امری با بنده ندارین؟ ممنون دخترم، ممنون. برو دختر، خسته نباشی. به آقا جون سلام برسون. برو. راستی جمشید خان، بله. این آب گرم کن، یه چند وقتی خرابه، خواستی دستی به آب بزنی باید اون دو شاخه رو بزنی توی برق. این فیلمو شما دیدی؟ این فیلمو، این مرد مثل کف دست پاک و صاف. اگر همه مردم عالم مثل این مرد بودن و دنیا میشد اینه او بهشت. صدای این چجوری کم میشه؟ وای این چیه؟ کنترل از راه دوره. فقیر فقراست. بفرما. دستتون درد نکنه جان. حاج آقا اگه یه شخصی یه بذری رو تو زمینی بکاره که مال خودش نیست، این حکمش چیه؟ حکمش؟ خب یه بذری رو کاشته، ثواب کرده، زمین خدا رو آباد کرده. نه یعنی میخوام بگم که یه کسی یه دونه ای رو بدون اینکه صاحبش بدونه تو اون زمین بکاره، این حکمش چیه؟ یعنی بدون اجازه صاحب زمین رفته توی زمین و اون دونه رو کاشته؟ بدون اجازه که، ببین حاجی، اصلا تو زمین نرفته، همطور از بیرون کاشته. خب از بیرون که نمیشه کاشت، تو باید بری توی زمین، زمین رو بکنی بعد بکاری. شما فکر کن قبلش یکی رفته اون زمین رو کنده رفته، بعد این اصلا تو زمین نرفته، همینطوری از بیرون از تو جاده تنظیم کرده، اینجوری انداخته اون تو. خب اون یارو چرا زمین رو کنده؟ من اون یارو رو شما ول کن. بله. اونو ول کن. خب. اینو بچسب. این الان حکمش چیه؟ اون کار بدی نکرده که، یه بذر کاشته. بد نیست؟ نه هیچ بد نیست؟ اصلا اشکالی نداره؟ هیچ اشکالی نداره. هیچ. بزن. نه حالا میخوام بدونم، حالا همون آدم اومده میخواد دستشو بکنه تو زمین دونه رو بکشه بیرون، این اشکال داره؟ چرا میخواد بکشه بیرون؟ خب میخواد در بیاره دیگه. آخه چرا؟ حاجی چراشو ول کن،
چیز شده، پشیمون شده، اشتباه کرده، اصلا میخواسته دست کسی نیفته. خب الان شما فقط به من بگو اگه بخواد اینو در بیاره اشکال داره یا نداره. خب بدون اجازه کاشته، حالا میخواد بدون اجازه ورداره. خب صاحب زمین سهم میبره. اونو بدین کنترلو. بله از این املت بزن که خیلی خوشمزه است. از اون زبلاست، هنوز هیچی نشده، سهم میخواد برای که به طور هوشمندانه ای روانکاویش کردم. جمشید خان جونم، حاجی جان، میخواین این دو شاخه رو بذارم توی بقیه دوشم بگیری؟ نه نه الان میام خدمتون، الان میام. ببین یه فکرهایی براش دارم، بعدم بهت زنگ میزنم. جمشید خان؟ بله. ممکنه لطف کنین عینک من رو از چشمم برداری بذاری بالا سرم؟ من شما اینجا هستی هول شدم یادم رو بردارم، دیگه دستم از تو کیسه خواب بیرون نیارم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. آج آقا شما هر شب این تو میخوابی؟ بله. دست و پاتو نمیگیره؟ یعنی یه جوری تنگ و ترش نیست؟ نه کاری که نمیخوام بکنم، میخوام بخوابم دیگه. آخه گفتم یه غلطی، حرکتی، تکونی، چیزی. با این درد زخمی که من دارم همون بهتر که غلط نزنم. حاجی شما بچه بچه نداری؟ نه خیر، نه خیر. یعنی خودت نخواستی یا نشد؟ ببخشید میپرسم، میخوام ببینم اشکال چی بوده. نه من تنها زندگی میکنم. آه یعنی عیال رفتن؟ نه کلن تنها زندگی میکنم. بله اونو که فهمیدم، منظورم اینه که منزل ترک کردن شما رو یا به دیار باقی شتافتن؟ نه کلن ازدواج نکردم، یعنی من همینجا تو این دفتر زندگی میکنم، منزل ندارم. چی میگی؟ سرکاریه؟ نه مگه میشه حاجی شما این همه آدم رو باید پیوند دادی و وقت شوخی میکنی؟ خب به هر حال قسمت نبوده، من یعنی خاطرخواه نشدم. آدم باید خاطرخواه بشه تا ازدواج بکنه. باری کله، یعنی پسری هنوز شما؟ دمت گرم، خیلی شیطونی حاجی، من همون اول که دیدمت فهمیدم. ایول 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 وایسا دعا کنی مشکل من به خیر و خوشی تمام شه، خودم شما رو داماد میکنم. انشالله انشالله.
جمشید خان از اونه. من این زیپ کیسه خوابم گرفته، میتونی کمک کنی؟ این جمشید خان الان نمازم قضا میشه. الله اکبر جمشید خان، الله اکبر. الحمدلله الحمدلله. جمشید خان الله اکبر الله اکبر. الله حاج آقا جان، این آقای کیه با خودتون آوردین اینجا؟ بدون هیچ شناختی. من نگران شما. نه نگران نباش دختر من، نگران نباش. نگران نباش، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. دختر من شما به من لطف دارین، اما نگران من نباش. من آدم شناسم، من یکی را از یه فرسخی میشناسم. این جمشید خان دلش مثل کف دست صافه. یعنی میگی که جنسش خورده شیشه داره؟ نه بابا، شیش دست لباس رو هم دیگه پوشید. آب اینجا مثل شمشیر میمونه، انقدر سرده. نه بابا، خواب چیه؟ انقدر وول خورد خودش رو این برون بر زد که نشد که بخوابم. این بابا مشکل داره با خود. آقا جمشید؟ بله. حاج آقا کارتون دارم. باشه میام. همین الان بیاین. فهمیدم. شما بفرمایید. نه نه شما نه. جونم حاج آقا. جمشید جان. یه دقیقه صبر کن. جمشید آقا میشه ما با هم مثل دوتا مرد حرف بزنیم؟ بی شیله پیله، بی خورده شیشه. خوش اومدید، خدا نگهدارت. من آدم شناسم، من میدونم که شما جنست خورده شیشه نداره، اما دیروز که با خانومتون اینجا حرف میزدین یه نمه خورده شیشه داشتین. حالا میخوام مرد و مردونه به من واقعیت رو بگی. یعنی چی رو باید بگم؟ واقعیت رو. کدوم واقعیت؟ خود واقعیت. یعنی همشو بگم؟ همشو؟ باره همشو بگو. یعنی همه ی... خاک تو سرم شد. دخترم نگران نباش، چیزی نیست، چیزی نیست. علی آقا، علی آقا جانم، یا باهاشون برو، دختر مردم تنها نمونی. خاک تو سرش. عجب مغزیه. به جزن اوش جونت. خیلی
خیالتون راحت، همه چیز درست میشه. فقط لحظه جا برو در باز کن. نمیشه حاجی، من اینو گرفتم. نه آخه زشت میپره حاجی. خدا بذاشتی رفتی. خدا خدا مرده ما خوبه. تازه از کارواش گرفتم اشا. مرودا داری عجب فش و فشی داره اونجا همون عمرن نمرشی هم داداش فرمایش بله نگران نباش، اصلا نگران نباش. من مثل یه دکتر خصوصی کنارتم، هر کاری داشتی به هم بگو. به خدا حیفی، واقعا حیفی. حیف این پوست، حیف این مو، اینقد شاهین، این قرتی بازی ها چیه؟ در زدن یادت ندادن؟ اون دروبر غریبه مریبه نهیدی؟ چیه داداش؟ این بچه که اینجاست. کی؟ جمشیدم. میدونم، میگم آخه سر خود ول میکنی میری اوستا و من خیس میشیم. سر خود ول کردم؟ پس من ول کردم؟ جمشید تو دفترخونه چه غلطی میکنه؟ حاجی جان، میخوای بیام پشتتو برام بمالم؟ نه دستت درد نکنه، دستم که به پشتم میرسه. تو این پیرنو ببر آویزون کن، این لگن هم آب گرم بکن برای من بیا. باشه چشم. دستت درد. الان پس چیکار میخوای بکنی؟ من الان کارم تموم شده، دارم به زخمم دواگلی میمالم. بذار من بیام ببینم چجوری میمالم. نه نه جون حاجی، نه بیا من بهت قربان محبتت، برو برو برو. سلام پری جان. نه اتفاقا ببین، همه چیز تحت کنترلمه. گوش میدی چی میگم؟ خیلی هم به هدف نزدیک شدم. چی؟ من؟ سوختم سوختم. خدا جان قربونت برم، چی کشیدی تو؟ اصلا میگم لاغر شدی؟ نمیدونی، خیلی زیاد. اینو بگیر، اینو بگیر، تمومش کن، تمومش کن. آقام دلاک بود، زالو مینداخت، حجامت میکرد. این آخریام یه دوره رفت هند برای تحصیل درباره آیوردا. آقا عاشق هند بود، مثل همین اسم من گذاشت شعله. من که عاشق سینمای هندم، عاشق مردای هندی، مثلا شاهرخ خان. همیشه دوست داشتم با این مرد هندی ازدواج کنم. گندم گون، پرمو، پر از شعور. نظر داشته به هنرپیشه‌های هندی چیه؟ فیلم های هندی من خیلی نگاه نمی کنم، ولی فیلم های آمریکایی خیلی دوست دارم. بزن بزن
کمی اختلاف سلیقه شو از زندگی رو شیرین کنه. مثلا فکر کنم من بشینم سانکی ببینم تو اوریجینال سین. یه ذره بیشتر بخوابه، چه اشکالی داره؟ حاج محمود رو یه دقیقه صداش کن ببینم. ببخشید حاج محمود خوابن، بفرمایید. برو بگو همسایه بغلی اومده شعله خانم، کار واجب باهاش دارم. شعله خانم لطفا مزاحمت شبانه ایجاد نکنید، بفرمایید. تو خودت الان اند مزاحمتی، میگم کار واجب دارم، نمیفهمی؟ حاج محمود خانم من اعصاب مصاب درست حسابی ندارم، الان فشار کاری خیلی روم زیاده، یو یه غلطی میکنم پشیمونی به بار میاد، بفرمایید. من خودم اند عصبانیتم، فهمیدی؟ بفرما مثل اینکه هستم. حاج محمود، حاج محمود. بله بله. از قرار نیست که شما شبام کار میکنین؟ نه چه کار میکنم؟ همین عقد و نکاح و ثواب و بله بله. نخیر نخیر، شبا نه، انشالله صبح در خدمتتون هستم. آجا اگه یه مورد اورژانسی باشه، اورژانسی تعجیل باشه، اگه یارو بپره چی؟ نه 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 نمیپره انشالله، من فردا صبح علت طلوع در خدمتتون. آجا همسایه اینه تو که با همین بغل یه دقیقه بیاین و برگردین، کاری نداره. ساعت نداره الان، ساعت. حاج محمود جون میپره. حاجی جون نگه جغره که بپره. آی خود من خودم کاراتونو میکنم، یه کمکتون. آقا همسایگی رو ادا کنی خب. انشالله صبح علت طلوع در خدمتتون. هیچ راهی نداری یعنی؟ نه خیر، ساعت نداره. این رسمش نبود واقعا. بگیر اینو. این بانو همسایه بغلیه، این ساعت آمده برای عقد. عجب توقعهایی دارن. حاجی شما بیا اینو بزن، قصه بسه نخور. نه 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 شما اینو بخور. به 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 به، خونک مخصوص جیگر حاجی. بعد میگفت میپره اگر الان عقد نکنی میپره. گفتم گفتم بهش مگه جوخ بپره. بخور حاجی بخور بخور، نوش جونه. دست درد نکن. بزن. به به. همش خورد. فقط گفتی چقدر طول میکشه عمل کنه؟ به نظرم الان دیگه بعد آره. ببین من بعدم بهت زنگ بزنم. شاخ شمشاد با هم دیگه شربت میخوردیم، رفت تو آشپزخونه مثل توپ خورد زمین. نبودن شما ضربه روحی سنگینی به ایشون زده. خاطرخواهی شوخی نداره، خاطرخواهی. من اگر دیر رسیده بودم با همین تیغ شاهرگ خودش رو زده. من فکر میکنم شما باید یک فرصت دیگه به ایشون بدید. حالا با هم حرف بزنید. یه کار درست نمیتونی تو زندگیت انجام بدی، یه کار. در چرا بازه؟ یا خدا اینجا چه خبر شده؟ آجی دوباره یه چیزی ترکیده. چیزه؟ ترکیدنی دیگه نمونده، یه آب گرم کن بود که ترکید. این کار کار بنی آدمه. آره شاید اومدن دزدی موزی چیزی. دزدی؟
به پلیس زنگ بزنی. نه 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 حاجی، یه دقیقه زنگ نزن، دست نگه دار ببین خودمون چیکار می‌خوایم بکنیم. خدا رو شکر اینو داغون نکردم. بله. ای وای سلام. علیکم سلام. یه خود دیگه دیرتر رسیده بودم، الان چایی هم دم کرده بودی که. نه نه من اول زنگ زدم، بعد چون چیز شد گفتم یه لحظه نگاه کنم ببینم کسی هست یا نه. به جای اینکه از دیوار خونه مادرزنت بری بالا، اگه این انرژی رو گذاشته بودی یه آلونک دست و پا کرده بودی، دست زنتو میگرفتی میرفتی سر خونه زندگی چی میشد ها؟ به جای اینکه از دیوار بری بالا اون تو رو دید بزنی. باور کنید من هر وقت بهش گفتم بیا بریم توی خونه نیومد که نیومد. شما بیجا کردی که دختر من. نه منظورم اینه، یعنی هر وقت خواستم یه خونه بگیرم، یه خونه برای آیندهمون برای خودمون، نمیدونم چرا قبول نمیکنه. آقا جمشید عقل سلیم چی حکم میکنه؟ دل؟ عقل سلیم حکم میکنه که اول باید شرایط ازدواج داشته باشی بعد دختر بدبخت. خب من که داشت شرایطم جور میشد، رفتم زمین آقامو فروختم اومدم اینجا خونه بگیرم، یه دفعه در عرض یه هفته همه چی رفت بالا. حالا از اینا بگذریم، اگه میشه یه لحظه پری خانم صدا کنیم، من باهاشون کار دارم. دیشب نیومد خونه، من فکر کردم پیش توئه. چرا پیش من بود؟ آشم شد یه کلام درست به من بگو دختر من کجاست. راستش یکم با هم دیگه بحث و گفتگو کردیم دعوا بعد... کردیم. نکنه دستش بلند کرده باشه. نه من دستم بشکنه مادر، مگه دیوونن دست رو دختر پی پدر بلند کنم؟ نه نگران نباشید، نگران نباشید. پس خیلی خوب پیش شما هم نیست، ازش خبر نداری. باشه باشه باشه، نگران نباشید، من خودم پیداش میکنم. خیالتون راحت راحت. به به جمشید خان. سلام آجی. وایسا ببینم قیافه رو نگاه کن، با یه من عسل نمیشه خورد. حالم خوب نیست ببخشید. به جاش من برات خبر خوش دارم مشتلق، مهمون اومده برات. پری اومده؟ نه داداشاش. منشأ تمام مشکلات خانواده حرف نزدنه. اصلا فرق انسان با حیوان همینه، انسان حرف میزنه، حیوان حرف نمیزنه. به همین دلیل انسان با حرف زدن مشکلش رو حل میکنه، اما حیوان نمیتونه. اتفاقا ما واسه همین اومدیم اینجا آقا. احسن. اتفاقا قبل از اینکه این دفتر ما کنف و یکون بشه، من میخواستم با شما و خانواده تماس بگیرم که تشریف بیارید اینجا راجع به مشکل این بچه ها با هم یکم حرف بزنیم. یک بارم با خود جمشید خان نشستیم، تا آمدیم حرف بزنیم آب گرم کن ترکید که حالا اون به کنار. این جمشید خان ما از مردان نیک دنیاست، با اخلاق، صادق، پاک، درست مثل کف دست پاک. اگر من دختر داشتم حتما ایشون رو برای سبیه خواستگاری میکردم، از بس که این پسر گله. همشیره حضرت عالی هم مثل دختر بنده بسیار محترم هستن. اگر نظر من رو میخواین باید یک فرصت دیگه به این دوتا جوون بدین تا مشکلشون رو حل بکنن. آج آقا شما تا دلتون بخواد ما به این آقا جمشید فرجه دادیم. ای گفتیم آقا جمشید پسر خوب حرف بزن. بریز بیرون نظر تو دلت به اون غمباد میشی. اما اگه شما چیزی شنیده باشین ما هم شنیدیم. جمشید خانه دیگه لامصب دهنش اینه و گاف صندوق میمونه. حالا اومدیم اینجا یه دو کلوم باش حرف حسابی بزنیم، گفتیم شاد هم نشینی و شما سر عقل آورده باشدش. انشالله انشالله.
شما تا حرفاتون گل بندازه من برم یه کوبیده ای، یه فست فودی، آب گوشتی، نون پنیر میرم، یه نون پنیر میگیرم جلدی برمیگردم. راضی به زحمت شما نیستیم آج آقا. دارم خفه میشم. ببین جمشید، میدونم ارماز پیشته، میدونم همین دورو براست، اما فقط ربطشو با اینجا نمیفهمم، نمیدونم داستان چیه. اما دختر پیش ماست، اگه تو فردا زور آوردیش که آوردیش، اگه نیاریش یه مور قاتله میکوبم وسط شناسنامهش که تو آخر عمرت حتی جنازه‌ش هم نبینی. باشه باشه. میدونی که این کارو میکنم، شوخی هم نداره. پایان پیام. به چی داری فکر میکنی؟ راه دیگه ای نداری؟ برو کارو تموم کن، برو. مگه پری عشق تو نیست؟ مگه دوستش نداری؟ خب برای چی شک کردی؟ به پری فکر کن، تو پری رو وارد این بازی کردی، خودت هم باید ازش مواظبت کنی. تموم کن این بازی مسخره رو، برو الماس رو در بیار. به پری فکر کن لعنتی. جمشید خان چی شده؟ نمیدونم کجای راه اشتباه رفتم که هرچی میدونم به هیچ جا نمیرسم. یه شب تموم میخواد بشه جمشید خان؟ قدیمی ها میگفتن پایان شب سیاه سفید است. تنها نیست، همه بدبختی دارن، منم بدبختی دارم. من همه عمرم جمشید خان بی رفیق بودم، هیچ وقت رفیق صمیمی نداشتم تا اینکه شما آمدی تو دفتر من، خونه من. من بگذاریم حالا به من بگو ببینم اصل داستان چیه. جمشید خان، میگم من یکم میترسم، میشه بریم درمانگاه اونجا الماسو در بیاریم؟ آجی من نگران پریم، اگه دیر کنیم نمیدونم چه بلای سرش بیارم. جمشید خان، خانومه.
آقا جمشید. برادر خانومه. خوش اومدی. همشیره چرا هنوز بسته است؟ حاجی. ها. جمشید خان. جمشید خان چرا به من نگفتی که این آقای چیز برادر پری خانوم نیست؟ حاجی گفتم فکر کنم گفتم شما یادت میره دیگه. آقای چیز این من که با این الماس اینجام چرا اینا رو ول نمی‌کنی برم؟ ببین پیری. شاهین این جمشید خیلی مارمولکه، به شیطون درس میده، اینجوری نگاش نکن، اصلا به عقل جن نمیرسی یه همچین جایی قایمش کرده باشه. آره داداش به عقل منم نرسی. بینم شاهین جون این دختر شعله خب بلد تیغ بندازه. یکی از رفیقامونه. مرده؟ مرده بود که مزاحم تو نمیشدم. خسته بود و خوابش برد. خوابیده. خب چه کاری از دست من برمیاد؟ گوش کن دختر جون، یه خورده شیشه تو زخم رفیقمونه، میخوام درش بیاری. شیشه؟ قیچی پنس وصلی کم داشتم ولی خب دیگه هرچی بود آوردم. بقیه هاشو خیلی ظریف زدم، مثلا یه جوری زدم که هیچ کی نمیفهمه. ولی 72 ساعت نباید آب بخوره بهش، اینجونم گفتم. اگه آنتی بیوتیک خواستیم بهش بدین 6 ساعت یه بار، گفتم نوشته کف دستش. با این حال هر کاری داشتین به من زنگ بزنین، من 24 ساعت در خدمتتون. ولی خب بقیه هاش انقدر ظریف. یکی گوش میدی؟ خب همین دیگه، به من زنگ بزنی، شمارم که داری، هر کاری داشتین در خدمتم. من دیگه کارم تموم، میتونم برم؟ پس هر چیزی پیش اومد به هم زنگ بزن دیگه. باشه من زنگ بزن. من بیدارم. کجا میری؟ برم بعد من خدای مهربون چرا این دفعه دیگه فکر نمی‌کنم راه گریزی باشه. پری جان منو ببخش، من هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم، خیلی معذرت می‌خوام. راه گریز هست من میدونم هست. مامانم همیشه میگه هر وقت که خیلی دیگه گیر افتادی یکی هست که کمکت میکنه، خودش همیشه میگه. جمشید خان، جمشید خان. بله حاجی.
این تناب افتاده روی زخم من. میشه به برادر خانومات بگی یه ذره بیان این تناب رو شل کنن؟ حاجی جان، اینا برادر خانومای من نیستن. اینا برادر خانومای من نیست. اصلا من برادر خانوم ندارم. ولش کن جمع شیدم آخریات. میشه به این آقایون بگی بیان یه ذره این تناب رو شل کنن؟ شاهین جونم داداش، با خاتون قرار گذاشتم، کوزه برو بهش میدم، یه چمدون دلار تو نشده ازش میگیرم. روزای خوب دارن از راه میرسن داداش خوشگلم. بوش رو احساس میکنم. شاهین منم اون یه اون کلفتی خونه موی فر رو کرد تو دل سیاه زمستون رو کوله ننمون داشتی عر میزدی، ننمون داشت رخ چرکای زن فرنگیر میشست. شاهین کوزه و جبران تموم گشنگی و سکت و زدن همونه. اینها چی کار کنید داداش؟ نباید ردی ازشون بجا بمونه. همشونو بکش. همه رو؟ همه رو. بریم اون بر آب، صد تا از اون بهترا برات ریخته. ماما، چطوری؟ وای نمیدونی صوفی، امروز از همیشه ها خوشحالترم، برای که اون چیزی که میخواستم به دست آوردم. مامان من قراره با مایکل رو به زور انداختم واسه فرداها. چشم؟ اشکال نداره عزیزم، به این رابطه بون اینقدر پول دادم که سر وقت الماس خوشگلمونو به دستت میرسونه. استاد عزیزمونم واسه کارشناسی اینجاست. خیلی خوب، پس یکی میفرستم بیاد ازتون بگیر. اوکی دیگه؟ گفتم که بهت اوکی عزیزم، اینقدر هرس نخور تیکی دیزی. فعلا بیارینش تو. سوخته. تو که خودت بهتر از همه میدونی کسی نمیتونه سر خاتون رو کلاه بذاره. آبروی من رو جلوی دوست کلکسیونرم بردی. دیگه با دو تا بیلم یکی دیگه بیاد بزنی چی میشه؟ شب
کو یا شله شله برو، من پشیمون نمیشم. نه من پشیمون نمیشم، نمیخواستم اینطوری بشه ولی شد، جبران میکنم. من جبران میکنم، قیافتم اونطوری نکن. باشه باشه. روز که اون آقا پسر جوون انگشتر رو آورد، زندگی باید انقدر گره تو گره بیفته تا قدر داشته هاتو بدونی. عشقی که تو نداری به پات میشینه، رفیق با معرفتی که خطر میکنه و شونه به شونت میاد، و خدایی که یه لحظه هم دستتو بل نمیکنه. اینجاست که میفهمی الماس واقعی قلب اوناییه که دوست دارن. الماسه